سلام، دو تا نکته رو باید همین اول بهتون بگم. اگه قسمت‌های قبلی ساعت صفر رو گوش نکردید، لطفاً برگردید و ساعت صفر رو از قسمت اول دنبال کنید. چون ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالی کوتاهه که قسمتاش به هم مرتبطه. نکته دیگه این که دو قسمت اول ساعت صفر با ضبط خونگی تولید شده، پس کیفیتش نسبت به قسمت‌های دیگه‌مون یکم پایین‌تره. لطفاً تو ذوقتون نخوره. خوشبختانه ما از قسمت سوم به بعد کیفیت تولیدمون رو بالا بردیم. پس منتظرت هستیم که برگردی و قسمت چهارم رو گوش کنی. متشکرم. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. قسمت چهارم. نویسنده و خوانشگر این اپیزود امین متین. خیلی ترسیده بودیم، اینو میشد از سرعت راه رفتنمونم فهمید. این بار دومی بود که همچین حالی به هم دست داده بود و توی دلم خالی شده بود. فقط این دفعه نکته امیدوار کنندش این بود که هانیه با هم بوده و خودش شاهد بوده که دفعه قبل خواب و خیال نبوده. اما این از شدت استرابمون کم نمی کرد. هر جفتمون حسابی ترسیده بودیم. خواستم یکم هانیه رو آروم کنم. بهش گفتم هانیه، کجا داریم میریم عزیزم؟ حالا چرا هنوز گریه میکنی؟ با بغض جواب داد که میترسم، خیلی میترسم. آخه کی بوده تو خونه؟ کی؟ نکنه جن داره اونجا؟ جن؟ جن کجا بوده؟ بابا تو مثلا تحصیل کرده ای؟ جواب داد که دارم جدی حرف میزنم. اصلا هر کی بوده واسه چی این کارو کرده؟ چرا باید اما عکس بگیره؟ میترسم که فقط عکس نباشه و یواشکی اومده باشه بالا و فیلمم، که من پریدم تو حرفش. هانیه نزن این حرفا رو، اصلا به این چیزا فکر نکن عزیزم. اگه کسی تو خونه بود که من پیداش میکردم. مگه خودت ندیدی کل خونه رو گشتم؟ تو حیات، تو آشپزخونه، طبقه بالا، راهروها، حتی دستشوی همومم نگاه کردم، هیچ کی تو خونه نبود. خب پا کی عکس گرفته ازمون؟ هانی عزیزم، من که بهت گفتم اونجا عجیب غریبه، باور نکردی، فکر کردی شوخی میکنم، فکر کردی دارم دستت میندازم. حالا الان منم مثل تو هیچ جوابی براش ندارم. بعد از این داد و بیداد بود که هانیه دست منو ول کرد و یکم ازم فاصله گرفت، ولی کماکان به راه خودمون ادامه میدادیم تا اینکه رسیدیم به یه سوپرمارکت. رفت توی سوپری و گفت ببخشید آقا ساعت چنده؟ فروشنده هم که یه مرد مسن بود ساعت دیواری مغازش رو نگاه کرد و گفت یه رو به هشت دخترم. بعد که انگار تازه متوجه حال هانیه شد ازش با لحن مهربونی پرسید دخترم حالت خوبه؟ هانیه هم بدون اینکه کلمه ای بگه با تکون دادن سر از مغازه اومد بیرون. رو کرد به من و گفت دیدی؟ لبخند تلخی زدم و برای اینکه فضا رو یه کمی تلطیف کنم بهش گفتم اصلا بیا فکر کنیم امشب 2-3 ساعت به 24 ساعت شبانه روزمون اضافه شده، گریه نداره که. موافقی الان که وقت داریم بریم به تئاترمون برسیم؟ حالا هوای تو هم عوض میشه. هانیه خیلی از پیشنهادی که من دادم استقبال نکرد و در جواب بهم گفت من شوخی نکردم. آخه یعنی چی؟ جریان اون عکس و ساعت هیچ جوره با منطق جور در نمیاد. موقعی که تو خونه بودیم ساعتمو چند بار نگاه کردم، عادی بود مثل همیشه. آخرین باری که از پله ها اومدم پایین لباس بپوشم ساعتمو دیدم، اون موقع ساعت 10:30 بود. بعدش هم که عکسو دیدم دوباره داشت بغضش میترکید که دستشو گرفتم و نشوندمش روی صندلیای وسط بلوار. سعی کردم یکم با ناز و نوازش آرومش کنم. با همون حالت بغض یه دفعه چشماش برق زد و گفت نکنه همسایه بغلی دیوار رو سوراخ کرده داره اون خونه رو دید میزنه، شاید اونه که یواشکی از همون عکس گرفته. ببین اگه دیوار بالا هم سوراخ کرده باشه چی؟ دیگه آبرویی برامون نمیمونه، باید بریم بفهمیم قضیه چیه. اصلا فکر نمیکردم که همچین حرفی بزنه، نزدیک بود شاخ در بیارم. بهش گفتم چی؟ الان دوباره بریم اونجا؟ حقیقتش این بود که واقعا جرأت نمی‌کردم دوباره برگردم تو اون خونه.
گفت من نمیدونم، باید بریم. من به خاطر تو اومدم اونجا رو دیدم، حالا هم تو باید بیای. یه کمی مکس کرد و با لحن شاکی ادامه داد، اصلا کلیدو بده خودم میرم. نه خیر، این دختر انگار بیخیال نمیشه. گفتم باشه باش، پاشو با هم بریم. ولی من مطمئنم از سوراخ تو دیوار و دوربین همسایه و اینجور چیزا آبی برامون گرم نمیشه. اومدیم سمت خونه. سر کوچه که رسیدیم بدون اینکه حرفی بزنه با انگشت اشاره انتهای کوچه رو نشون داد. برگشتم دیدم یه پیرمرد با یه زیرشلواری و یه سطل آشغال داره حرکت میکنه به سمت سر کوچه. بهش گفتم نه بابا هانیه، بیا بریم خانم شرلوک هولمز. وقتی پیرمرد از جلومون رد شد حسابی از بالا تا پایین جفتمونو برانداز کرد. معلوم بود از این پیرمرد فضولاست. رسیدیم دم در حیاط. ساعت مچیمو نگاه کردم و گفتم ساعت تو بیار با هم ست کنیم. ساعت دقیقاً 8 شب بود. درو باز کردیم و اومدیم تو خونه. گفتم اه شنیدی؟ دوباره دینگ دینگ کرد. هانیه نکنه هر وقت میریم بیرون و میایم این دینگ دینگ میکنه. این شد 3 دفعه تا حالا. داشتم به این فکر میکردم که اصلا نکنه عکس ما اونجا نباشه و ما توهم زده باشیم. اما اشتباه میکردم. درست کنار بقیه عکسا بود. هانیه رفته بود و مشغول وارسی دیوار شده بود. با کف دستش روی دیوار دنبال سوراخ میگشت تا بتونه تئوریشو اثبات کنه. حتی دونه دونه پشت تابلوها رم دید. منم رفتم دیوار پشت تلویزیون و مبل رو ببینم که بهم گفت الکی اونجا رو نگرد. با توجه به زاویه عکس فقط از این سمت عکس گرفته شده. درستم میگفت. حسابی گشتیم و چیزی پیدا نکردیم. بالا هم من گشتم. اونجا هم چیزی دستمون رو نگرفت. آخر سر نشسته بودم و سیگار میکشیدم و به همه تئوری‌های ممکن فکر میکردم که صدای هانیه اومد. به اینا دقت کردی؟ گفتم چی؟ گفت ببین این عکس ها قابشون همه یه رنگ و یه مدله. همه هم قدیمیه، حتی قاب عکس ما. راست میگفت، قاب عکس ها همه یه مدل و یه جور بودن. کم کم داشتم به این باور میرسیدم که نکنه این خونه جن داره. هانیه همینطور توی خونه راه میرفت و فکر میکرد. بی هوا گفت 8:20. تو چندی؟ منم 8:20. سری به نشونه تایید تکون داد و رفت سراغ وسایل روی میز. هرچی روی اون میز بود و جمع کرد یه گوشه. اول روزنامه‌های قدیمی رو دسته کرد. روزنامه‌ها واسه دوره‌های مختلف بود. یه لحظه حواسم پرت روزنامه‌ها شد و اصلا یادم رفت که داشتم چی کار می‌کردم. همینطور تیترا رو داشتم پشت سر هم می‌خوندم. دوشنبه 10 بهمن 1311 رژه جوانان نازی در برلین. واه، این مال قبل جنگ جهانیه. 5 شهریور 1324 نامه روشنفکران ایرانی به اعلی حضرت. اگه هانیه صدام نمی کرد کماکان تو اون تونل تاریخ باقی مونده بودم. گفت این نامه رو یادته؟ بیا ببین چی نوشته، شاید واسه تو نوشته، بیا بخونش. سلام دوست عزیزم، احتمالاً که الان داری این نامه رو می خونی توی خونه منی و اومدی تا کاری که ازت خواستم و انجام بدی. آقای عزیز، البته اینجا خونه من نیست. توضیحش کمی مفصله. قاعدتاً دنیایی از اتفاقات عجیب و غریب و توی این چند روز تجربه کردی. انگار واقعاً نامه رو واسه من نوشته بود و من با بی‌دقتی روز اول بهش توجه نکرده بودم. هانیه مشتاق‌تر از من شده بود و گفت بخون بخون ببینیم دیگه چی نوشته. اولین نکته که باید بهت بگم اینه که دنبال من نگرد. منو نمیتونی پیدا کنی. هرگز نمیتونی پیدا کنی. احتمال میدم که پیش حمیدی هم رفتی و درباره من ازش سوال کرده باشی. امیدوارم قبل از اینکه بری دنبال من این نامه رو پیدا کنی. بیفایده است. اون هرگز منو به یاد نمیاره. چون اصلا هیچ وقت با هم دوست نبودیم. دوستی و شراکت قدیمی که اون روز توی کافه شنیدی واقعی نیست. یعنی اصلا در این جهان واقع نشده. اما تو شک نداری که اتفاق افتاده و درستم هست. اتفاق افتاده، اما نه در جهان بیرون، بلکه بیرون جهان. رو کردم به هانیه و گفتم فهمیدی چی داره میگه؟ اونم سری تکون داد و گفت اون یه تیکه رو دوباره بخون. احتمالاً پیش حمیدی رفتی و درباره من ازش سوال کردی. امیدوارم قبل از اینکه این کارو بکنی نامه رو پیدا کرده باشی. بی فایده است. اون هرگز منو به یاد نمیاره. به این خاطر که هیچ وقت اصلا با هم دوست نبودی.
دوستی و شراکت قدیمی ما که اون روز توی کافه شنیدی واقعی نیست، یعنی اصلا در جهان واقع نشده، اما تو شک نداری که اتفاق افتاده که درستم هست، اتفاق افتاده اما نه در جهان بیرون بلکه بیرون جهان. به هانیه گفتم من که نفهمیدم این چی داره میگه، بذار بقیهشو ببینیم. به تو حق میدم که مبهوت شده باشی و گیج، مهم نیست، کم کم خودت کشف خواهی کرد. فقط اینو بدون که خط زمانی ما از هم جدا شده، واسه همین تو هرگز منو پیدا نمی کنی. وظیفه من این بود که کلیدو بدم به نفر بعدی و نفر بعدی تو بودی که بعد از گشت و گذار زیاد یه روز توی کافه اتفاقی انتخابت کردن. تو هم که وقتش برسه باید یه نفر رو انتخاب کنی و کلیدو بهش بدی، چون این کار رسم این خونه است که 150 سال ادامه داره و هیچ کس نمیتونه جلوی این رسم مقاومت کنه. مقاومت کنه؟ یادت باشه وقتش که رسید اجازه نداری حتی یک روز هم بیشتر این خونه رو نگه داری، و الا وارد راهی میشی که هنوز کسی اون راهو نرفته، یعنی جرأت نکرده بره. موقعی که برای بار دوم گربه رو دیدی و عکست اومد روی دیوار، نشونه اینه که خونه تو رو پذیرفته و شانس بهت رو کرده. یه نگاهی بنداز به عکسای روی دیوار، حتما به چشت خورده. اینا کسایی بودن که تو این خونه دوره ای از این شانس استفاده کردن. پس بهتره تو هم به جای ترسیدن و انکار ازش لذت ببری. اختیارش دست خودته، هر طور که دوست داری میتونی. مراقب بهیموت باش، همون گربه‌ای که بهش غذا دادی. البته بهیموت گربه نیست، یعنی گربه هست ولی گربه عادی نیست. در ضمن بی خود باتری ساعت تو عوض نکن، ساعتت مشکلی نداره. اینم یادت باشه که به نفع خودت از کل این ماجرا به کسی حرفی نزنی، وگرنه. به اینجاهاش که رسیده بودم تنم یخ کرده بود، دوباره توی دلم خالی شد. از شدت تپش قلب داشتم خفه می شدم و به سختی نفس می کشیدم. نگاه کردم به هانیه، اونم با چشای گرد از حدقه بیرون زده سرشو از روی نامه بلند کرد و زل زدیم به هم، که یهو بهیموت با یه صدای عجیب بلندی پرید روی ما. پایان قسمت 4.